26 سپتامبر 2023 شیائومی از 13 تی پرو رونمایی کرد. موبایلی با پردازنده دایمنسیتی 9200 پلاس و دوربین فوق‌العاده. سلام دوستان و همراهان همیشگی 19 کالا. امروز در کنار شما ایم تا شیائومی 13 تی پرو رو با نسل قبلش مقایسه کنیم و ببینیم چقدر ارتقا پیدا کرده و ارزش خرید داره یا نه. پس اگه شما هم میخواییم بدونین که 13 تی پرو عمل کردش در مقابل 12 تی پرو چطوره، همراه ما باشید. دوازده تی پرو برای سال 2022 طراحی جذاب و دلنشینی داشت، اما 13 تی پرو طراحی متفاوت تری داره. هرچند که انتخاب بین این دو کاملا بسته به سلیقه فردی شما داره، اما ماژول دوربین توی پنل پشتی 13 تی پرو یکی از اون بخشایی از طراحی این مدله که نظر شما رو عوض میکنه. توی پنل پشتی شیائومی 13 تی پرو شما حق انتخاب بین مشکی و سبز با متریال شیشه براق یا آبی روشن با متریال سیلیکون پلیمر یا استراحن چرم گیاهی رو خواهید داشت. شیائومی 12 تی پرو هم از متریال شیشه برای پنل جلو و پشت بهره برده. هیچ کدوم از این دو مدل هم از فریم های آلومینیومی استفاده نکردن و پلاستیکن. توی پورت های ورودی و خروجی هم تفاوتی بین این دو دیده نمیشه. هر دو اسپیکرهای استریو با صدای 24 بیتی، سنسور IR بلاستر و حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر رو به همراه دارن. همچنین خبری از جک هدفون و اسلات کارت حافظه هم توی هیچ کدوم نیست. اصلی ترین تفاوت این بخش هم اینه که 13 تی پرو به لطف گواهی نامه IP68 تا عمق 1.5 متر به مدت 30 دقیقه ضد آبه، اما 12 تی پرو صرفا در برابر پاشش آب مقاومه. بقیه مقایسه طراحی این دو هم کاملا به سلیقه شما بستگی داره، اما از دید ما 13 تی پرو حس لوکستری رو به شما القا میکنه. بخش بعدی مقایسه بررسی عملکرد نمایشگر این دو هست که حسابی هم جذابه. شیائومی 13 تی پرو و 12 تی پرو هر دو از پنل‌های آمولد 6.67 اینچی استفاده کردن که توانایی نمایش 68 میلیارد رنگ رو با رزولوشن 2K خواهند داشت. پس تا اینجا تفاوت خاصی نمیشه دید و هر دو نمایشگرهای خیلی با کیفیت و جذابی رو دارن. و اما بریم سراغ تفاوت‌ها. اولین تفاوت بین نمایشگر این دو حاشیه‌های تصویره که توی 13 تی پرو یکم کمتر شده. همچنین نرخ نوسازی از 120 به 144 هرتز افزایش پیدا کرده. یه خبر خوب برای گیمرهای عزیز و البته شمایی که می‌خواید روان‌ترین تجربه کاربری رو از گوشی داشته باشین. و اما صبر کنین، هنوز ضربه اصلی 13 تی پرو توی بخش نمایشگر مونده. پیک روشنایی این نمایشگر توی حالت عادی 1200 نیته و 12 تی پرو 500 نیت و پیک روشنایی 13 تی پرو توی حالت آتو 2600 نیته. این یعنی با پنلی روبرو هستین که از آیفون های سری 15 هم روشنایی بیشتری رو داره. اگه این مزیت رو در کنار ویژگی های دیگه پنل 13 تی پرو بذاریم، بدون شک برنده این بخش 13 تی پرو هستش. نظر شما چیه؟ شرکت 19 تجارت خاورمیانه به عنوان وارد کننده مستقیم کالاهای دیجیتال از جمله گوشی موبایل مفتخر است بهترین قیمت و خدمات پس از فروش را به شما عزیزان ارائه دهد. ما را به دوستان خود هم معرفی کنید. بخش جذاب این مقایسه وقتی که سخت افزار 13 تی پرو و 12 تی پرو رو مقایسه کنیم، جایی که هر دو پردازنده های قولی رو به همراه دارن. دایمنسیتی 9200 پلاس پردازنده ای بود که برای 13 تی پرو در نظر گرفته شده و باید بدونی که از تست آنتوتو امتیاز 1,461,000 رو به دست آورده، یکی از بهترین امتیازهایی که توی این بنچمارک ثبت شده.
هرچند که تراشه 8 پلاس جنریشن وانی به کار گرفته شده توی 12 تیه پرو هم یک قول به تمام معناست و عدد 1,300,000 رو به دست آورده، اما داستان جای عجیب میشه که 13 تیه پرو توی بنچمارک بسیار معروف گیک بنچ توی هر دو تست تک هسته ای و چند هسته ای 23% عملکرد بهتری رو داره. پس اگه بحث گیم و کارهای سنگین باشه، پیشنهاد ما به شما شیائومی 13 تیه پروه. اما توی عملکرد کلی و روزانه هر دو مدل از بهترین های بازار خواهند بود. این بحث رو ببندیم و بریم سراغ بخش های دیگه که سخت افزار. اول این رو بدونین که 13 تیه پرو توی مدل پایه رم 12 گیگ و در نسخه 1 ترابایت رم 16 رو به همراه داره و جالبه بدونین که به نسبت 12 تیه پرو از رم های نسل جدیدتری هم استفاده کرده. این در حالیه که بهترین کانفیگ 12 تیه پرو ظرفیت 256 و رم 12 هست. مورد بعدی اینه که رام 13 تیه پرو از نوع UFS4 هست و سرعت بهتری توی انتقال و خانش اطلاعات داره. پس اگه گیمرین، هرچند که هر دو عالین، اما 13 تیه پرو میتونه ترکیب بهتری رو در اختیار شما بذاره. سایر بخشای دیگه سخت افزار هم بهتون این اطمینان رو میده که انتخاب 13 تیه پرو خیلی درست داره. همین که بدونین 13 تیه پرو از بلوتوث نسخه 5.4 و البته مودم وایفای سه‌بانه نسل 7 پشتیبانی میکنه، میتونه این حرف رو تایید کنه. راستی NFC هم برای تمامی بازارهای هدف 13 تیه پرو در نظر گرفته شده. حرف نهایی این قسمت رو هم با نرم افزار به پایان میبریم. شیائومی 13 تیه پرو با اندروید 13 و میوآی 14 به دست شما میرسه و به گفته خود کمپانی تا 4 سال آپدیت اندروید و البته 5 سال آپدیت امنیتی رو خواهید گرفت. تست و بررسی دوربین این دو مدل هم از اون قسمت‌های جذابیه که نباید به هیچ وجه از دستش بدید، چرا که از یه طرف دوربین 200 مگاپیکسلی سامسونگ رو توی 12 تیه پرو داریم و از طرف دیگه لنز 50 مگاپیکسلی که حاصل همکاری برند معروف لایکا و شیائومی توی 13 تیه پرو هستش. خروجی عکس‌های لنز اصلی این دو مدل از نظر ثبت جزئیات تفاوت‌های قابل توجهی دارد. این حرف خیلی ساده میشه توی عکس‌های فضای بسته، محیط باز و شرایط نوری تاریک دید. اگه به عکس‌های این دو دقت کنین، یه سری تفاوت‌های کلیدی رو میشه دید. یک اینکه 13 تیه پرو عکس‌های شارپ‌تر و طبیعی‌تری رو ثبت می‌کنه. دومی که توی شرایط نوری نامناسب و نور مصنوعی 12 تیه پرو یک مقدار زیادی از دقت عکاسیش رو از دست میده و تصاویرش آبرنگی میشه. این در صورتیه که 13 تیه پرو توی تمامی تست ها بهترین داینامیک رنج، تولید رنگ و البته جزئیات رو ثبت کرده. از اپلیکیشن خیلی کامل دوربین 13 پرو هم کمک بگیریم، دیگه 12 تیه پرو حرفی برای گفتن توی این بخش نداره. دومین لنز هم اولترا وایده که مشخصاً 13 تیه پرو بهتره، چون لنز 12 مگاپیکسلی اولترا واید استفاده شده توی این مدل دقیقاً تونالیته رنگی و سبک عکاسی دوربین اصلی رو دنبال کرده و خیلی خوب کرب‌های تصویر رو ثبت کرده و در هم ریزی نداره. تا بحث تست دوربین هست، بیاین از 4 حالت خفن پورتری 13 پرو هم استفاده کنیم و ببینیم چقدر میشه باهاش عکسای جذابی رو گرفت. سورپرایز بخش دوربین این مقایسه چیه؟ 13 تیه پرو به جای استفاده از لنز 2 مگاپیکسلی بی ارزش ماکرو، لنز 50 مگاپیکسلی تلفوتویی رو به همراه داره که قدرت زوم دو برابری اپتیکال رو برای شما فراهم میکنه. اینو هم یادتون باشه که دوربین سلفی هر دو 20 مگاپیکسلیه و تفاوت خاصی ندارن.
توی بحث فیلم برداری هم هر دو از رزولوشن 8K و سرعت 24 فریم بر ثانیه پشتیبانی میکنن و میشه روی هر دو برای کار تولید محتوا حساب باز کرد. در نهایت برای شمایی که به عکاسی علاقه داریم باید بگیم که 13 تی پرو انتخاب خیلی بهتریه. ترکیب باتری این دو مدل هم با هم از نظر ظرفیت تفاوتی ندارد. هر دو 5000 میلی آمپری هستند و توی بسته بندیشون فست شارژ 120 واتی رو خواهید داشت. توی تستی که از شارژ شدن این دو گرفتیم برای هر دو میشه بازدهی زمانی 20 تا 23 دقیقه برای رسیدن درصد باتری از 20 به 100% رو در نظر گرفت. عملکرد شارژدهی هم که میشه از این دو انتظار داشت اینه که هر دو یک روز کامل شارژدهی رو با استفاده ترکیبی رو به شما خواهند داد. اما 13 تی پرو به لطف سخت افزار کم مصرفتر با ارفاق تا یک روز و نیم شما رو همراهی خواهد کرد. امیدواریم که این مقایسه برای شما کاربردی بوده باشه و حالا بحث ارزش خرید. اگه گوشی فعلی شما 12 تی پرو هست، هرچند که بخش‌های زیادی در این سری جدید بهتر شده، بهتر بی خیال عوض کردنش بشین. و اما سوال اصلی، 13 تی پرو رو بخریم یا 12 تی پرو؟ با در نظر گرفتن اینکه بهترین ظرفیت و رم 12 تی پرو با قیمت پایه 13 تی پرو یکی میشه و هر دو 256 با رم 12 خواهند بود، شک نکنید که انتخاب 13 تی پرو خیلی درست‌تر و البته رضایت بخشتر خواهد بود. نظر شما چیه؟ به نظرتون کدوم مدل ارزش خرید بیشتری رو داره؟ لطفاً نظرتون رو برای ما کامنت کنید.